به دنبال خبری که تو فضای مجازی منتشر شده و آقایی را افتاده تو خیابون و با انگیزه ناموسی شاهکارش رو به همه نشون داده و گفته نگاه کنیم ببینین من غیرت دارم تو مجلس کلی درگیری پیش اومده که خلع قانونی وجود داره بحث در مورد تاثیر خلع قانونی در قوانین جمهوری اسلامی بالا گرفته ولی حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شده در مباحث خشونت علیه زنا خلع قانونی نداریم و این اتفاق بعضا در جامعه میفته و اتفاق جدیدی نیست حاتمی در این حال هر گونه ارتباط این ماجرا با لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت و که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده رد کرده. علی عنابستانی هم که چند وقت پیش به یه سرواز وظیفه سیلی زده بود و دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلسه با بیان اینکه تمام تقصیرها رو نمیشه گردن نقص در قانون انداخت گفته به باور من این مسئله اصلا ربطی به کودک همسری نداره همه این مسائل رو با هم قاطی نکنیم اما همه اینا در حالیه که انسیه خز علی معاون امور زنان و خانواده رئیسی خواستار اقدام فوری مجلس در ترمیم بخشی از خلاهای قانونی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مرتبط با زنان شده. الهام آزاد عضو فراکسیون زنان مجلسم گفته در ایران برای حفاظت از زنان در برابر خشونت هیچ قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشه وجود نداره. فاطمه قاسمپور نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنانم خواستار تبیین دوباره واژه غیرت در ایران شده و گفته مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می و بایستی این مسادیق غلط رو تبیین کنن تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین بشه این در حالیه که در تریبون رسمی و فرهنگی رژیم قاسب ایران به طور مکرر مردایی که به زنان خود اجازه میدن بدون توجه به پوشش استاندارد جمهوری اسلامی از منزل خارجن بی غیرت میشن این اتفاقات در ایران در شرایطی رخ میده که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نزدیک به ده ساله که تدوین شده اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون با اون تصویب نشده و سرنوشتش در حاله ای از ابهام قرار داره از طرف دیگه بهمن زبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه رسانه ها رو در مورد انتشار این فیلم تهدید به برخورد قاطع کرده و روز گذشته که رسانه ای رکنا رو بسته او در نشست خبریش گفته فضای مجازی متولیانی داره و متولیان فضای مجازی باید اونا رو رسد کنن و مواردی که موجب جریه دار شدن افکار عمومی میشه و نگاه کردنش بار روانی داره رو نباید اجازه داد در فضای مجازی پخشه در پی اتفاقات این چنینی هم در ایران دیدبان حقوق بشر در آذر 99 خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریعتر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی رژیم ایران شده. نمایندگان مجلس ولایی در حالی از بی تاثیر بودن خلاء قانونی بر افزایش این نوع موارد در ایران حرف میزنند که معمولا مشمولین این موارد یا عفو میشن یا تخفیف مجازات میگیرن و متاسفانه بعد از مدتی کوتاه آزاد میشن. مادر این آقا هم گفته پسرم این کارو کرد برای اینکه همه در همسایه ها میگفتن تو غیرت نداری و زن تو ولش گردی رفته. اونم این کارو کرد که به همه نشون بده چقدر غیرت داره. پدر مادر دخترم گفتن از خون دخترمون نمیگذریم و از دامادمون شکایت کردیم اکثر کارشناسا و کار برای فضای مجازی هم گفتن بازدارنده نبودن قوانین کیفری در ایران عامل به وقوع پیوستن چنین مواردیه دادخواهان دربند اعتصاب قضا کردند تا تلنگری به جامعه بزنند تا دیگر زندانیان از مرگ و شکنجه نجات یابند این درست است که اعتصاب غذا به ما آسیب های جبران ناپذیری رسانده و خواهد رساند اما اعتصاب غذا خودکشی نیست بلکه آخرین راه جان بلب رسیدگان برای زندگی های یک جامعه است البته سرانجام مرگ به سراغ ما خواهد آمد اما مهم نیست مهم این است که زندگی یا مرگ ما چه تأثیری در زندگی دیگران داشته باشد ما خواستار پاسخ بو کردن رژیم مستقر در ایران در قبال قتل همبندیان عزیزمان در طی این سالها می باشیم هرچند در طی چندین ملاقاتی که مسئولان سازمان زندانها در طی این 28 روز اعتصاب غذا با ما داشتند متوجه شدیم امید این تماس از زندان تهران می باشد. چنان که در چهل و سه سال گذشته پاسخگوی هیچ از جنایات خود نبودند. رژیم همواره علاوه بر شکنجه های سفید و مضاعف از اعزام بیماران سیاسی دربند حتی در حال مرگ به بیمارستان خارج از زندان خودداری می کند. ما دادخواهان دربند از تمامی مردمی که همواره به یاد ما بودند و هستند و ضمن حمایت از ما خواهان پایان دادن به اعتصاب غذایمان شدند تشکر و قدردانی میکنیم فلزا تا پاسخگویی عوامل قتل همبندیان عزیزمان همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه خواهیم داد و از تمام آزادی خواهان و فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور و نیز گزارشگر مخصوص حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان انتظار داریم روشنگری بر علیه جنایات ضد بشری ها. این تماس از زندان تهران می باشد و صدای دادخواهان در بند باشند بدیهی است در صورت بروز هر گونه اتفاقی برای ما اعتصاب کنندگان در زندان از سوی رژیم این عمل یک ترور سیاسی محسوب می گردد. تو این وضعیت هرکی هرکی کشور که معلوم نیست کی با کی و کی علیه کیه روزنامه اطلاعات که تا حالا هممون میدونستیم زیر نظر شخص خود علی خامنه در متنی نوشته همه چی تقصیر خود دولته دولت برنج خارجی رو 170 درصد گرونتر از قیمت واردات به مردم میفروشه اطلاعات نوشته دولت هر کیلو برنج خارجی رو با قیمت نیم دلار وارد میکنه یعنی دولت با ارز آزاد برنج و هر کیلو سیزده هزار تومن وارد میکنه اما رو به همراه مباشرش شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 170 درصد گرونتر به مردم میفروشه در ادامه متنش اومده ابهام های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذاها دچار ابهاماتی است که باید شفاف سازی بشه این روزنامه اضافه کرده همین وضع درباره سایر کالاهای اساسی که دولت وارد میکنه مثل روغن شکر گوشت قرمز مرغ های دامی و غیرم وجود داره. اطلاعات نوشته کسی نمیدونه ذرای به سودی که دولت برای خودش در فرایند واردات کالاهای اساسی تعیین کرده چقدره. تاکید بر گشوده نشدن تاریخ خونه شرکت بازرگانی دولتی این زن رو ایجاد میکنه که شاید بخش بزرگی از گرونی های مواد غذایی نه در بازار و نه تقصیر واسطه ها باشه بلکه تقصیر خود قیمتگذاری دولت باشه. وضعیت کشور به جایی رسیده که روزنامه خودشون هم علیه خودشون می نویسه. البته معلوم نیست این نوشته ها ترفند تبلیغاتی جدید خود دولت یا نه واقعا روزنامه اطلاعات دلش پره. درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید.